درود بر دوستان عزیز، سام سربی هستم با یک داستان جذاب از حکیم بزرگ هند شاکیامونی که ما او را به نام بودا میشناسیم. روزی روزگاری بودا در یکی از روستاهای هند به همراه شاگردان خودش حضور داشت و طبق معمول در سفرهایی که میکرد در مسیر مردم رو به آگاهی میرسوند و مدتی رو در اون روستا سکنا میگزید و وعظ میکرد و پس از اون به روستاهای بعدی در هند سفر میکرد و به رهروان خودش اضافه میکرد. به روستای خاصی رسید و در اون روستا شایعه ای بود، البته بهتر است بگیم که حقیقتی بود نه شایعه، از یک شخصی به نام آنگولا مالا، یک قاتل حرفه‌ای، یک قاتل زنجیره‌ای که 100 انسان از آن روستا رو به قتل رسونده بود و کشته بود. این قاتل یک قاتل عقده‌ای بود و قسم خورده بود که به خاطر عقده‌هایی که از اجتماع داشت و به خاطر بی‌توجهی‌هایی که به او شده بود توسط روستا 100 نفر رو بکشه و در لحظه آخر البته تصمیم گرفته بود یک نفر دیگر رو اضافه بکنه که بشه 101 نفر و به آرزوی خودش برسه و مسیر قتل و غارت خودش رو پایان بده و بره در گوشه در پنهان زندگی بکنه. او توی مسیر میستاد، لابلای درختان قایم میشد و وقتی که مردم روستا از یک مسیر خاصی که او در اونجا معمولا پرسه میزد رد میشدن، حمله میکرد و اون شخص رو میکشت و انگشتان اونها رو میبرید. آنگولا در زبان هندی به معنی انگشته و بعد اون رو به صورت مالا یا تسبیح به دور گردن خودش میانداخت، برای همین به اون میگفتن آنگولا مالا. حالا اسم حقیقی او چه بوده ما نمیدانیم، اما در تاریخ نام او به نام آنگولا مالا ثبت شده است. روز بودا خواست از همین مسیر عبور بکنه که شاگردان او جلوی او رو گرفتن و گفتن گویا خبر نداری که قاتل بسیار خطرناکی در اینجا هست به نام آنگولا مالا، و تصمیم گرفته که یک نفر به قربانیای خودش اضافی بکنه و اگر شما از اینجا عبور بکنید به احتمال قوی شما نفر 101مین خواهید بود. میدونید که توی یک روستا اگر قرار باشه شما 100 نفر رو بکشید چقدر زیاد میشه و انگار از هر خانواده یک نفر رو کشتی. رعب و وحشت عجیبی رو آنگولا مالا به پا کرده بود و هیچ کس جرئت نداشت از اون جاده عبور بکنه. بودا به شاگردان خودش گفت اگر قرار باشه به آرزوی خودش برسه با کشتن یک نفر دیگه و اضافه کردن یک آنگولا به مالای خودش یا یک انگشت به تسبیح خودش، چه کسی بهتر از من؟ مگر من نیامدم که آرزوی رهروان رو برآورده کنم؟ شاید این شخص با اینکه من رو بکشه و یک بند انگشت من رو به عنوان تسبیح آویزون بکنه به آرزوی خودش برسه. همه گفتن این چه حرفی میزنی، شما باید زنده بمونید، شما نباید از این مسیر برید. و بودا گفت نه، من باید از این مسیر برم، اگر من نرم چه کسی بره؟ بودا به راه میفته و از جاده‌ای که آنگولا مولا همیشه اونجا در کمین بوده عبور میکنه. هنگامی که در حال عبور بوده، آنگولا مولا روی یک صخره نشسته بوده و وقتی میبینه که یک راهبی داره با آرامش راه میره، قدمهای آرام برمیداره و لبخندی بر روی لباش داره و حتی به اون نگاه نمیکنه و از کنارش رد میشه، فریاد میزنه آهای راهب، با چه جرأتی از اینجا رد میشی؟ مگه منو نمیشناسی؟ از جاش بلند میشه و میاد به سمت بودا، چشم تو چشم بودا نگاه میکنه، روبروی بودا وای میسته و خب انتظار داشته که بودا از او بترسه، چون معمولا اینجور قاتل ها و اینجور آدم های ضد اجتماع و عقده ای دوست دارن وقتی که کسی میبینتشون بترسه ازشون، یا وقتی میخوان کسی رو بکشن از اونها التماس بشه فرار بکنن تا شکار براشون لذت بخشتر بشه. اما بودا با یک لبخندی به اون نگاه میکنه، میگه مگه نشنیدی راهب؟ تو میدونی من کی هستم؟ آیا میدونی من به چه چیزی شهره هستم؟ و با چه جرأتی از اینجا داری عبور میکنی و وقتی من حرف میزنم به من گوش نمیکنی؟ کجا میری؟ بودا میگه من تو رو کاملا میشناسم و شهرت تو رو شنیدم. دوباره آنگولا مالا سوال میکنه کجا داری میری؟ میگه من جایی نمیرم، من خیلی وقته که از رفتن دست برداشتم، چون من قرار نیست به جایی برسم، من خیلی وقته که رسیدم. این تو هستی که نرسیدی؟ آنگولا مولا خیلی تعجب میکنه و
به بودا میگه که خیلی عجیبه، تو در حال رفتن هستی و میگی که من به جایی نمیرم و قبلا به هر جا که میخواستم رسیدم، ولی من که ایستادم به من میگی که در حال رفتن هستم، در حال حرکت هستم، این چه حرفیه که تو داری میزنی؟ و بودا دوباره به اون میگه من ریشه تمام آرزوها رو خشکاندم، من هیچ آرزویی در این زندگی ندارم، اما تو گویا هنوز یک آرزو توی این زندگی داری. برای من فرقی نمیکنه. اگر احساس میکنی با کشتن 101مین نفر مالای تو کامل میشه و کلکسیون تو در واقع کامل میشه و تو به آسایش و آرامش جان میرسی و دیگه بعد از اون واقعا هیچ آرزویی نخواهی داشت، تو انگار ریشه رنج رو خشکوندی. کسی که آرزویی نداشته باشه، کسی که کامی نداشته باشه، ریشه رنج رو خشکانده است. پس چه بهتر است؟ هدف منم این هست که آرزوها رو به پایان برسونم و همه رو به مقصد برسونم و اون آسایش برسونم. انگشت که سهله، اگر دوست داری میتونی سر من رو ببری و از گردن خودت آویزون بکنی و هم به همه بگی که من یه بیکو یا یک فقیر، چون میدونین که شاگردان بودا رو بهشون بیکو میگفتن، در هند بیکو یعنی فقیر، همه میگن تو یک بیکو رو کشتی و من هم بیکوی معروفی هستم و آنگولا مالا حالا دیگه کلکسیونش با یک سر کامل میشه. میدونین که کسایی که اهل قتل هستن خیلی دوست دارن که شما التماسشون رو بکنید، به پاشون بیفتید یا از دستشون فرار بکنید تا لذت بیشتری رو از کشتن ببرن. اما با این حرفی که بودا به آنگولا مالا میزنه، در او انگار تحول خیلی بزرگی رخ میده. این یک چکش این صحبت های بودا به سرش میخوره. جدا از اون بارقی که نگاه بودا داشت و میگن وقتی به کسی نگاه میکرد، کلن تمام این قدیسین به این گونه هستن، وقتی نگاه میکنن و چشم به چشم میشوند، چون رسیده اند اون انرژی مثبت رو به شما انتقال میدن. آنگولا مالا زانو میزنه و به گریه میفته و از اون میخواد که کاری بکنه که او هم وارد جرگه شاگردان او یا بیکوهای او بشه. سرش رو میتراشه، ابروهای خودش رو میتراشه، ردای زردی رو برتن میکنه، اما بودا به او میگه با این قتلی که تو کردی به این راحتی نمیتونی از این 100 نفر رو کشتی، باید با همین شکل و شمایل داخل روستا بشی و دم در تمام اون خونه هایی که بچه هاشون رو به قتل رسوندی بری و گدایی بکنی. آنگولا مالا بدون تردید این کار رو انجام میده، چون متحول شده بوده وحشتناک، اما خب قابل شناسایی بوده صورت او، چشمان روباور او و ترسی که او در این مدت در اون روستا انداخته بود چیزی نبود که دیگران چهره او رو فراموش کنن. حتی وقتی سرش رو تراشید، وقتی ابروش رو تراشید، وقتی اون ردای زرد رو برتن کرد، باز هم مردم هنوز او رو به یاد داشتند. با دیدن او و وارد شدن او به روستا همه فریاد زدن و همه فرار کردن و همه دویدن، ولی او همچنان کشکول رو به دستش گرفته بود و عشق می‌ریخت و احساس ندامت می‌کرد و گریه می‌کرد. تا اینکه مردم بعد از این مدتی به خودشون اومدن، فهمیدن که او گویا تحولی در او صورت گرفته، اما از او نمیتونستن بگذرن، او یک قاتل زنجیره‌ای بود. شروع کردن به سمت اون سنگ پرتاب کردن و فوش و ناسزا دادن. سنگ ها محکم به سر و صورت او میخورد تا جایی که لط و پار شد و روی زمین افتاد و خونی بود که از او جاری میشد و مردم داشتن انتقام خودشون رو میگرفتن از او. بسیار آسیب بید و تا دم مرگ به او سنگ خورد، تا گویی هزاران بار اعدام شد. فوش، ناسزا، ضربه، تا اینکه بودا در میان این آشفته بازار، در میان این آتش انتقام به میان میاد و دستان خودش رو بالا میبره و به دیگران میگه به اون سنگ نزنن. بودا میگه حالا دیگه این بیکو، یا حالا دیگه این آنگولا مالا که دیگه تبدیل به یک بیکو شده، ادامه منه، ادامه راه من هستش و اگر کسی به او سنگ بزنه انگار به من سنگ زده. اگر دوست دارید میتونید او رو بکشید، اما اگر او رو بکشید انگار آگاهی رو که من به او دادم کشته اید و ادامه من رو کشته اید. و روایت هست اینجا که مردم دست برمیدارن از سنگ زدن به اون،
اما خب او بعد از اون روستا بره و به همراه گروه بیکوهای بودا به راه میفته و یکی از مریدان معروف بودا هستش که در کنار بودا بود و خب خیلی هم قوی بود و به عنوان سولجر آف دارما از او یاد میکنن. این هم یک داستان بود برای شما عزیزان از داستانهای تریپیتاکای سه سبد شاکیامونی و امیدوار هستم که از این داستان خوشتون اومده باشه. حتما این داستانها در نهایت بزرگ نمایی شده اند و اما اون چیزی که هستش اینه که توی این داستانها درسایی نهفته است. ما میتونیم به دید امروزی قضاوتهای عجیب و غریبی بکنیم، میتونیم این داستانها رو مثل داستان‌های منطق الطیر عطار که می‌بینیم بعضیشون خیلی توشون اجاف شده، بزرگ نمایی شده، داستان‌های از این دست هم ما در زبان سانسکریت زیاد داریم، اما هدف اون درسی است که پشت این داستان هستش، فارغ از اینکه آیا واقعاً این داستان اتفاق افتاده است یا نیفتاده است و به عنوان یک اثر ادبی می‌تونیم این داستان‌ها رو بررسی بکنیم و درس خیلی خوبی ازشون بگیریم و امیدوار هستم که این داستان به دل شما نشسته باشه و خوشتون اومده باشه. دوستان شما سام سرابی هستم و شما رو به یزدان پاک می‌سپارم. خدا نگهدارتون.